مردم ما زندگی خوبی ندارن در امنیت نیستن عزیزان یه تصوری آمدن به کسی بر نخواد یه تصور اشتباه گای افراد میگن به, طور خاص ایماندار عزیزمونو میگن میگن خب این شرایط سخت شاید باعث بشه مردم بیشتر ایمان بیارن آخه این چه طرز فکریه که ما مردممون رو توی عذاب و رنج قرار بدیم آزادی از اونها گرفته بشه امنیت ام اونها گرفته بشه که اونها به مسیح ایمان بیارن خب اینم اینم ایمان خیلی خوبی نخواهد بود در طول زندگی شخص چون وقتی وضعیتش درست میشه شرایط خوب میشه میذاره میره کلام خدا میگه حقیقت را به طلب که حقیقت رو آزاد میکنه قرار, قرار برای نیستش من تصور میکنم توی کلیسای ما در طول این ده سال حد اقل باید بگیم ست هزار نفر آدم اومدن رفتن ولی چرا اینقدر نمونده خیلی هاشونم دعاهاشون اجابت شده خیلی هم نتیجه گرفتن و چرا نموندن عزیزان پس این تصور درست نیست که ما بگیم این نظام اسلامی بماند تا مردم به مسیح ایمان بیارن خب خیلی هم کمونیست میشن خیلی هم باورهای دیگه دارن خیلی از جوانان میرن شیطان پرست میشن خیلی هم ضد خدا میشن اونجا رو چگونه میخوایم ما تجزیه تحلیلش کنیم پس امروز بهترین شرایط ایجاد شده که تو ایماندار مسیح در دعا برای سرنگونی نظام باشی در هر کجا که هستی نه تنها دعا لازم هستش که همراه با مردم توی اعتصاباتی که میتونه اعتصابات میتونه اعتراضات سالم باشه قرار بگیریم برای این سرنگونی نظام و همه مردم نیز باید اندیشه کنن این رو بدونید شرایط بسیار بدتر خواهد شد